علی خامنه‌ای بعد از دو هفته سکوت ظاهر شد و بار دیگر معترضان را به خارجی‌ها و گروه‌های سیاسی مخالفش منتسب کرد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. این بار هم خامنه‌ای کوچکترین اشاره‌ای به خواست و اراده خیلی عظیم معترضان نکرد و نگرانی‌های بزرگش را پشت نادیده گرفتن‌ها پنهان ساخت. آیا او وقایع ایران را نمی‌بیند و نمی‌شنود یا بقای خود و نظامش را به ندیدن و نشنیدن گره زده؟ نیروهای میدانی خامنه‌ای از سکوت دو هفته‌ای او چه برآوردی داشتند و وقتی می‌بینند این طور واضح واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد تا کی در اطرافش خواهند ماند؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان باشید. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما خامنه ای از خیزش و بیداری مردم ایران چی فهمیده؟ روی چه قاعده ای، بر اساس چه تحلیلی همون کلیگویی های همیشگی رو کرده؟ یک روایت ضعیفی وجود داره، همچنان برخی از نیروهای منتقد داخلی میگن که مثلا علی خامنه‌ای در محاصره بولتن هاست یا در محاصره نیروهای تندرو، اطلاعات کافی نداره. من به نظرم این روایت خیلی روایت غلط و اشتباهی است. او خیلی خیلی خوب میدونه در ایران چه خبر هست، خیلی خوب اطلاع داره که جوانان چی میگن، خواسته طبقه متوسط چیست، اعتراض مردم چیست. ببینید، تمام دانشگاه‌های ایران درش اعتراض بود، نه تنها دانشگاه، کار به دبیرستان های ایران کشیده شده. بیش از 150 شهر در خارج از کشور اعتراضاتی برگزار شده که بعضیش حتی در تاریخ در واقع اقلیت‌ها در همون شهرها بی سابقه است، در تاریخ بی سابقه است. بیش از 50 هزار نفر در تورنتو جمع شدن. تجمعاتی که ایرانیان مخالف در خارج از کشور داشتن، خیلیش از تجمعات حامیان حکومت در قم، کرمانشاه، حتی اصفهان بزرگتر بود. این چیزی نیست که علی خامنه‌ای بتونه نبینه یا به گوشش نرسه، ضمن اینکه او آدمی است که در مورد موضوعات خیلی کوچک بارها موضع گرفته. مثلا درباره اردوی مختلط در دانشگاه، یکی از دانشگاه هرمزگان، سه بار او موضع گرفت که همچین کاری رو اجازه نمیده. بنابراین بذارید صادقانه بگم، آقای خامنه ای همون سرنوشت کلاسیک دیکتاتورها شده، جایی که دیگه نمیتونن حقیقت رو بپذیرند، هیچ گامی به عقب نمیتونن بردارند. اگر هر انتقادی رو بپذیرند به معنی این هست که باید روایتشون رو عوض کنند و مخاطب خودش رو، نشانگاه خودش رو گرفته، معدود هواداران خودش سعی میکنه اونها رو نگه داره. در مقابل مردم، همین نوجوانانی که خامنه‌ای میگه فقط هیجان زدن و اومدن حرف میزنن، فکر میکنید تره برای این حرفای تکراری خورد میکنند آقای مهدوی آزاد؟ واقعیت زیر پوست ایران با حرفای خامنه‌ای چه اندازه تضاد داره؟ بذارید صادقانه بگم، من فکر میکنم اصلا در ایران، به غیر از حالا نیروهای اصولگرا و نیروهای حکومتی، اونا رو بگذارید کنار، تنها کسانی که سخنرانی آقای خامنه‌ای رو گوش میدن و راجبش حرف میزنن ماها روزنامه‌نگاران و تحلیلگران هستیم. اصلا معتقدم مردم دیگه از این مرحله گذشتن، معترضین حتی گوش نمیکنن که او چی بگن. ببینید، آقای خامنه‌ای نه اعتراض رو در ایران به رسمیت شناخت، نه مشکل رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. یعنی در مورد مشکل، مسئله خشم و خروش مردم، انتقادی که داشتن که اصلا گفت یه اتفاقی است که معلوم نیست افتاده باشه یا نه، مرحوم مهسا امینی گفت اصلا معلوم نیست اینجوری باشه و بعدم گفت نیروی انتظامی دستگاه خدوم هست و اصلا گشت ارشاد و زورگویی و نقض حریم خصوصی، اینا رو که اصلا نپذیرفت. در مورد اعتراضاتم که گفت این کار دشمن هست، همون روایت قدیمی آمریکا، اسرائیل، نمیدونم اعراب، دشمنان ایران، بنابراین اعتراضات رو هم اصلا نپذیرفت. اصلا نپذیرفت مردم اعتراض دارن، گفت این توطئه امنیتی دشمنان هست. معترضین رو هم نپذیرفت که شهروندان آدمن، یا گفت اینا خانواده های ساواکی ها هستن، یا گفت اینا فریب خوردن، یا گفت تجزیه طلبن، یا گفت خائنن، یا گفت مزدورن. به همین سادگی یه بخشش گفت به قول شما آدم های فریب خورده. خیر، من معتقدم جامعه از این مرحله گذر کرده که ببینه علی خامنه‌ای نظرش عالی هست یا نه. شعارهای مردم به وضوح اینو نشون میده که اصلا از این مرحله رد شدن و اصلا هدف اصلیشون خود آقای خامنه‌ای است. آقای مهدوی آزاد، قوای سرکوب خامنه‌ای در روزهای غیبتش مفصل از مردم خوردند و عقب کشیدند. حد اقلی انگاشتن رویدادهای این مدت توسط خامنه‌ای روی نیروهای میدانیش چه تأثیر میذاره؟ این انکار آشکار واقعیت رو چطور میتونن هضم بکنن؟ این داستان همون کپک هست که سرش رو میکنه زیر برف. منتها یادتون باشه اینجا چون حوزه سیاست هست، بین نیروهای سرکوب، حداقل رهبرانشون و در واقع پسته سخت قدرت، اساسا این رو تفاهم نانوشته وجود داره. بذارید براتون مثال بزنم. در سال 1398 همون اعتراضات عظیم و تاریخی آبان که برگزار شد و خب اون کشتار تاریخی به روایت رویترز 1500 نفر در
کمتر از 3 روز. خب آقای خامنه‌ای دوباره اومد سطح اعتراضات خیلی پایین گرفت، گفت این اصلا مهم نیست و اصلا هیچی نبوده و اینا. ولی بعداً فرماندهان سپاه گفتن ما مثل زمان جنگ داشتیم می‌جنگیدیم، مثل عملیات فلان بوده و یه همچین روایتی برای دادن. سال 96 هم همین اتفاق افتاد. سال 88 هم دوباره همین داستان بود. می‌خوام بگم یه جورایی یک تفاهم نانوشته وجود داره بین رهبر تمامیت‌خواه و فرماندهان سرکوب، اساساً در همه جای دنیا در این حکومت‌های خودکامه. در واقع فرمانده سرکوب می‌دونن که اون نفر اول داره خالی می‌بنده، می‌دونن داره سیاسی کاری می‌کنه و واسه‌شون هم خیلی مهم نیست. اما در سطوح پایین، در سطوح میدانی، در سطح سربازان ناجا که مثلا گشت سرکوب رو تشکیل میدن، گارد ویژه هستن، نوپو هستن، اگر اونها نیروهای ایدئولوژیک نباشن، بله این حرفای آقای خامنه‌ای باعث خشمشون میشه یا حتی ممکن است تصور کنن دارن نادیده گرفته میشن و بهشون توهین میشه. خامنه‌ای هرچند انکار کرد یا ناچیز شمرد آقای مهدوی آزاد، اما به هر حال به ریزش در جامعه ورزشی، در جامعه هنری، حتی به موزه‌گیری‌های به قول خودش خواص اشاره کرد. تحلیل شما از این بخش حرفای اون چیه؟ اون کسانی که آشکارا از نظام فاصله گرفتن در این دوره و طرف مردم ایستادن، آیا میتونن دوباره برگردن به طرف نظام؟ ببینید داستان ریزش از هسته سخت قدرت در ایران داستانی است که حدود 2 دهه است ادامه داره. البته اگر از ابتدای انقلاب بخواید نگاه بکنید، از ابتدای انقلاب فوج احزاب، گروه‌ها، حتی گروه‌های شبه نظامی، اینها بخشای بزرگشون جزوی از همین انقلاب بودن و هر کدام در مقاطعی ازش جدا شدن. از سازمان مجاهدین خلق شما بگیرید تا گروه‌های چپگرا، حتی گروه‌های ملی مذهبی، همشون یه مقاطعی با انقلاب بودن و کم کم از این قطار پیاده شدن. منتها ریزش نیروهایی که خودی محسوب می‌شدن، یعنی ریزش نیروهایی که بعد از نظم دوم جمهوری اسلامی، بعد از مرگ روح الله خمینی جزو حکومت بودند و بعد به تدریج دور شدند، مخصوصا از علی خامنه، این داستانی حدوداً 20 ساله داره. بارها آقای خامنه‌ای در این باره استدلالش گفته درسته ما ریزش داریم اما رویش هم داریم. در واقع ادعای او این بوده که کسانی که سوار قطار انقلاب میشن به ادعای او بیشتر از کسانی هستن که پیاده میشن، که به وضوح میدونید دروغه. الان میبینید او خیلی خیلی تنهاست، جز مشت نیروی امنیتی و سرکوبگر و مشت نیروی فاسد کسی دیگه دور او نیست. و دوم ادعای او این بوده که اینهایی که دور در دور ریزش میشن اثر ندارن، که باز همینا میبینید دروغه. در این ماجرا، یعنی اعتراضات 1401، شما یه ریزش عجیب غریبی میبینید، به این معنا که بخش‌های بزرگ از جامعه مذهبی ایران، یعنی کسانی که اساساً سنتاً باید حامی حکومت باشن، دیدید مقابل حکومت موضع گرفتن. در همین راهپیمایی‌های ضد حجاب، اون دختران شجاعی که در مثلا بالای چهارراه پارک در تهران پیاده روی می‌کردن، شما می‌دیدید دختران چادری رو می‌دیدید کنار اونها بودن. در اساتید دانشگاه شریف که می‌دونستان هزینه داره اما علیه گشت ارشاد، علیه حکومت موضع گرفتن، تحریم کردن، گفتن ما سر کلاس نمی‌ریم تا دانشجو آزاد شن. شما چند استاد بسیجی می‌بینید. برای من فکر می‌کنم این هم یکی از همون نتایج تبعات اجتناب ناپذیره حکومتی که اینطور داره حکمرانی می‌کنه، به تدریج تنها تر میشه. یک بخش از حرفای خامنه ای این بود که پلیس و نیروهای نظامی نباید هدف انتقاد قرار بگیرن. فکر میکنید چرا روی چنین نکته ای دست گذاشت آقای مهدوی آزاد؟ آقای خامنه ای هویت، موجودیت، همه چیزش رو با نیروهای سرکوب گره زده. یک زمانی سعی میکرد خودش رو شاعر نشون بده، سعی میکرد خودش رو روشنفکر نشون بده، سعی میکرد حتی با دانشجوها ارتباط داشته باشه. یک زمانی حتی به بسیج سعی میکرد خودش رو نزدیک نشون بده. در مخصوصا 3-4 سال اخیر، مشخصا بعد از اعتراضات 96، در نسل جدید اعتراضات که دیگه همه حکومت و شخص او رو نشانه گرفتن، شما ببینید او دیگه عملا متکی شده به سازمان اطلاعات سپاه، به دستگاه سرکوب، ناجا، وزارت اطلاعات، تحت هیچ شرایطی هم حاضر نیست اونها رو تضعیف بکنه، تحت هیچ شرایطی. در همین موج قبلی این اعتراضات، قبل از اعتراض 1401، شما دیدید اومد راجب لجن پراکنی به سپاه صحبت کرد. موقعی که اون نوار صوتی منتشر شد در مورد فساد در سپاه، دوباره اومد گفت فساد سپاه رو مردم بهش لجن پراکنی کردن. به شدت موضع میگیره علیه تخریب نیروهای سرکوب، به شدت موضع میگیره حتی علیه محاکمه شون، علیه اینکه اون بهشون انتقاد بکنن نیروهای خودی. یکی از دلایلی که مثلا پرونده‌ای مثل سعید طوسی در عین بخت و حیرت به نتیجه نمیرسه همینه، او با تمام وجودش داره از نیروهای خودی خودش و گارد سرکوب حمایت میکنه. طبیعی است اینجا هم همین کار رو کرد. اگر دقت کنید مردم سوم گفت، یعنی اول گفت دستگاه‌های خدوم رو وحد کردن، بعد نظام گفت و گفت بعد مردم، به مردم ظلم شده. اولین جایی که گفت بهش ظلم شده نیروی انتظامی بوده. این روایت رهبری است که موجودیت و بودن خودش رو به نیروهای نظامی و انتظامی گره زده و خب با همه وجودش هم داره از ابزارهاش دفاع میکنه. آقای مهدوی آزاد، بر اساس صحبتاتون در آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر
فکر میکنید مهره های درشت تا کی و در چه صورتی میتونن دور خامنه ای رو بگیرن و چشم و گوششون رو روی واقعیت کشور و جامعه ایران ببندن؟ فکر میکنید نظام چقدر فرصت پیش رو داره؟ ببینید، اکیداً معتقدم که این موج اعتراضات دیگه فقط اعتراض نیست. درسته مثلا رسانه ها از کلماتی مثل خیزش یا جنبش استفاده میکنن، اما من به واقع معتقدم شما با یک انقلاب مواجه هستید. انقلابی که حالا الان در سومین هفتهش دیگه تئوری داره، محتوا داره، زندانی داره، نماد داره، شهید داره، خواننده داره، سرود داره، همه چیزهایی که میخواید رو داره و حتی نیروهای بزرگی، نیروهای شاخصی از طیف معروف اصلاح طلب هم حالا اومدن پشتش و دارن حمایتش میکنند، حتی اگر به چشم هم نیاد. موقعی که شما با یک پدیده ای به نام انقلاب مواجه هستید، با یک دیگه اعتراض نیست، اون موقع ویژگی‌های خودشو داره. نشانه های این انقلاب رو میبینید، اینکه دل های مردم به هم نزدیک شده، مردم با هم مهربون شدن، به پای هم گریه میکنن. میبینید همینجوری موج به موج اعتراضات از هم حمایت میکنن، پشت هم در میان، از این شهر به اون شهر. حکومت سعی میکنه همش یک پروژه امنیتی نشون بده، منتها خودش هم میدونه که این جوک هست، یک جنبش بسیار اصیل و بطنی اجتماعی است. حالا موقعی که بپذیرید دیگه این یک اعتراض نیست، یک شورش نیست، یک انقلاب هست، اون موقع دیگه این انقلاب مخصوصا به خاطر اینکه بر سر حقوق بدیهی شهروندانه، بر سر آزادیه، منطقا راهی نداره جز اینکه پیروز بشه. اینکه چقدر طول میکشه، این معادله پیچیده است. من گفتم انقلاب هایتی 13 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال، انقلاب فرانسه 10 سال، از اون طرف انقلاب 1357 ایران کمتر از 5 ماه طول کشید. ما در دنیا انقلاب هایی داریم 3 تا 4 روز طول کشیده. واقعا این در واقع منتج از عوامل مختلف هست، از نحوه واکنش حکومت بگیرید تا واکنش مردم، تا جامعه جهانی، شرایط اقتصادی، حتی شرایط آب و هوا، این هم تاثیر داره. منتها چیزی که من میفهمم این هست که در گذرگاه تاریخ راستش بخواید دیگه خیلی مهم نیست که چقدر طول کشید. همچون که الان خیلی‌ها نمیدونن انقلاب فرانسه چقدر طول کشید، میگن پیروز شد و این انقلاب هم به نظر من پیروز خواهد شد. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.